6. بیمه کاری یا work cover و بیمه درآمد یا income protection. بیمه برای کارگران. اگر شما به استخدام کسی در اومدید، قانون ایجاب میکنه که صاحبکار شما رو در برابر مصدومیت‌های کاری بیمه کنه. به این بیمه، بیمه کاری یا work cover میگن. در صورت مصدومیت در سر کار، این بیمه هزینه‌های پزشکی و درمانی شما رو مثل هزینه‌های فیزیوتراپی رو پرداخت می‌کنه و همچنین مادامی که به دلیل مصدومیت کاری قادر به کار کردن نیستید، حقوق شما رو پرداخت می‌کنه. برای استفاده صحیح از بیمه کاری، باید به محض مصدومیت در سر کار و در اسرع وقت ممکن این کارها رو انجام بدید. 1. شما باید فوراً به صاحبکار یا مدیر مسئول درباره جزئیات چگونگی حادثه اطلاع بدید. 2. اگر به دکتر یا معالج متخصص مراجعه کردید، باید به اونها اطلاع بدید که این حادثه در سر کار اتفاق افتاده. 3. کمپانی یا بیزنسی که شما برای اون کار می‌کنید، باید به بیمه یا ورک کاور اطلاع بده که شما مصدوم شدید. بیمه برای شاغلان تک نفره یا شراکتی. اتخاذ تدابیر صحیح در مورد بیمه برای کسانی که در بیزنس کوچیک خودشون کار میکنن بسیار مهمه. اگر شما شاغل تک نفره یا شراکتی هستید، نمیتونید برای خودتون از بیمه کاری استفاده کنید، ولی باید این بیمه رو برای تمام کسانی که در بیزنستون کار میکنن تهیه کنید. وقتی شما در بیزنس خودتون به عنوان شاغل تک نفره یا شراکتی کار میکنید، قانون شما رو مجبور نمیکنه که برای خودتون بیمه تهیه کنید. به همین خاطر بعضی از افرادی که کار قراردادی، کانترکت یا ساب کانترکت انجام میدن، خودشون رو بیمه نمیکنن. اگر در اثر حوادث کاری یا بیماری یا شرایط خاصی چنین افرادی درآمد خودشون رو از دست بدن، در صورت نداشتن بیمه به هیچ وجه مورد حمایت نخواهند بود. برای کسانی که در بیزنس خودشون کار میکنن، انواع مختلفی از بیمه وجود داره و این افراد میتونن این بیمه ها رو از کمپانی های متعددی تهیه کنن. کمپانی های مختلف انواع و اقسام بیمه رو با قیمت ها و شرایط مختلف به این افراد ارائه میدن. پس خوبه قبل از خرید یک بیمه با کمپانی ها و انواع مختلف بیمه آشنا بشید. بسیاری از شاغلان تک نفره بیمه درآمد یا اینکام پروتکشن رو برای خودشون انتخاب میکنن. این نوع بیمه حدود 60 دلار در ماه برای یک نفر هزینه داره. اگر فرد بیمه شده صدمه‌ای مربوط به کار ببینه، این بیمه تا 75% معمول فرد رو معمولاً تا مدت یک سال پرداخت می‌کنه. اشخاصی که ویزاهای بریجینگ، TPV و یا شف دارند، مشمول قوانین متعددی در زمینه بیمه هستند و باید در این زمینه با یک متخصص مثل حسابدار مشورت کنند. بیمه برای کمپانی ها. اگر بیزنس شما کمپانی باشه، کمپانی باید برای تمام کسانی که در اون کار میکنن بیمه کاری یا ورک کاور تهیه کنه. افراد قراردادی، کانترکترها چه وقت تحت پوشش بیمه کاری یا ورک کاور هستن؟ شاغلان تک نفره تحت پوشش بیمه کاری نیستن، ولی در بعضی موارد دادگاه‌ها و اداره کار عادلانه حکم کردن که بعضی از افرادی که با ABN کار میکنن در واقع کارگرند و نه قراردادی و باید تحت پوشش بیمه کاری قرار بگیرن. آیا قراردادهای دروغین رو در بخش دو بیاد بیارید؟ در چنین مواردی سازمان بازرسی کار عادلانه یا Fair Work Ombudsman یا دادگاه حکم میده که صاحبکار هزینه بیمه کارگر رو بده و همچنین باید حقوق بازنشستگی و هر چی رو که حق اون کارگره پرداخت کنه. البته در بسیاری موارد افرادی که روی ABN و به صورت قراردادی کار میکنن نمیدونن که آیا اونها مستحق هستند که تحت پوشش بیمه کاری قرار بگیرن یا نه. ترس از دست دادن کار، مسلط نبودن به زبان انگلیسی و عدم آشنایی به اینکه از کجا کمک بگیرن باعث میشه این افراد نتونن به حقوق خودشون دسترسی داشته باشن. در چنین مواردی و در صورتی که شما در کارهای ساختمانی کار میکنید، شما میتونید از کمیسیون کارهای ساختمانی استرالیا یا
A, B, C, C کمک بگیرید. برای مشاغل دیگه هم میتونید از اداره کار عادلانه یا Fair Work Ombudsman کمک بگیرید. هر دوی این سازمان ها به طور مجانی راهنمایی های ارزشمندی رو به شما خواهند کرد. سازمان دیگه ای که در این زمینه به شما میتونه کمک کنه اتحادیه های کارگری یا Trade Unions هستن. در استرالیا هر صنفی برای خودش یک اتحادیه کارگری داره. اگر شما عضو اتحادیه باشید میتونید در زمینه حقوق و مزایای کاری خود از اتحادیه راهنمایی بگیرید. اتحادیه های کارگری تاریخ طولانی توی استرالیا دارن. بسیاری از حقوقی که امروزه کارگرها تو استرالیا از اون بهره‌مند هستن نتیجه مذاکرات اتحادیه های کارگری با دولته. قوانین استرالیا میگه که هر کارگری تو این کشور چه کارگر دائمی و چه غیر دائمی حق داره که عضو اتحادیه کارگری بشه و لازم نیست که به صاحب کار خودش بگه که عضو اتحادیه است. البته هیچ کس هم حق نداره کارگری رو مجبور به عضویت در اتحادیه بکنه. گواهینامه های کاری یا لایسنس. برای انجام بعضی مشاغل در استرالیا شما نیاز به گواهینامه خاص یا لایسنس دارید و یا نیاز به این دارید که زیر نظر شخصی با اون لایسنس خاص کار کنید. به عنوان مثال برق‌کارا و لوله‌کش‌ها نیاز به یک لایسنس دارن و همچنین کار داربست یا سکفولدینگ نیاز به یک لایسنس خاص داره. بسیاری از مشاغل دیگه نیاز به گذراندن یک دوره آموزشی یا گرفتن یک سرتیفیکت داره. کسی که به صورت قراردادی، کانترکتر یا ساب کانترکتر کار میکنه و لایسنس لازم رو برای انجام اون کار نداره، ممکنه بر طبق قانون جریمه بشه. برای افرادی که بیزنس کوچیک خودشون رو دارن، این مهمه که بدونن به چه لایسنسی نیاز هست و چگونه باید اون رو دریافت کنن. مرکز معلومات لایسنس استرالیا یا Australian Business License Information Service و اداره کار عادلانه نیو ساوث ویلز، Fair Work نیو ساوث ویلز، دو مؤسسه‌ای هستند که میتونن شما رو در رابطه با لایسنس راهنمایی کنن.